من کل زینم مجنونه رقیم مفتونه رقیم مفتونه. ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمینه، مالک زمین ما. من قبول ندارم از زمین میرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میتونه منو به حکم بکنه، امام حسین در اون ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام برهمه. معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمند. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علی خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا. وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت. یعنی منو بل من جن طب، یعنی منو بل من جن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما بینندگان عزیز، به صفحه 500 رسیدیم، 499 و 500، و در این دو صفحه هم ما دلیلی میاریم بر رد علمایش. این دفعه برنامه ما یک عنوان بزرگ داره، به تمسخر گرفته شدن آیات قرآن توسط علمایش. یکی از بزرگترین گناهان مسخره کردن آیات است. ببینید، انتقاد یا بحث کردن یا بگی من قانون بهتر آوردم مشکل نداره، اما شما می مسخره میکنی، کاریکاتور میکشی، مثال، اینا از گناهان بزرگ. خداوند پاک این رو گناه بزرگی دونسته، ولیکن فقط کاریکاتور کشیدن نیست، تمسخر کردن فقط کاریکاتور کشیدن نیست. اول بیایید این آیات رو ببینید که امروز از صفحه 499 برای شما انتخاب کردیم و از سوره جاثیه. اولش خداوند میگه، ببینید چهار بار کلمه عذاب اومده. اول ببینید عذاب، 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 عذاب علیم اومده، عذاب مهین اومده، عذاب عظیم اومده. این چه خبره؟ عذاب من رجزن علیم اومده، دردناک و خیلی وحشتناک. وقتی خداوند میگه عذاب عظیم، یعنی خدایی که خودش عظیم است، واقعا این چه گناهی باشه؟ اولش هم میگه ویلون، وای، ویلون لکل افاکن اثیم، وای بر هر دروغگوی گناهکار. این چیکار کرده مگه؟ یسمع آیات الله تتلا علیه، میشنوه آیات خدا رو که برش خونده میشه، ثم سپس یسر رو مستکبرا، ثم پافشاری میکنه در حالی که مغرور است و با غرور. کان لم یسمعها، مثل که اصلا نشنیده باشه. فبشره به عذاب علیم، یعنی بشارت بده به عذابی دردناک. این یک عذاب. و اذا علم من آیاتنا شیئا، و اذا علم من آیاتنا، و وقتی اگر از آیات ما چیزی رو فهمید، دانست، و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، میگه اونو مسخره میکنه آیات رو. اولئک لهم عذاب مهین، برای اونا عذابی بسیار دردناک است، دو دفعه شد. بازم تهدید میکنه، میگه مسخره میکنه. مسخره کردن یعنی چی؟ ما برای اینکه مسخره کردن شما متوجه بشید یعنی چی، یکیش مثلا یک معنیش وقتی هست که در اول سوره بقره، که وقتی حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه که باید شما یک گاو بکشید، به خاطر اینکه مرده پیدا کرده بودن دنبال قاتلش میگشتن، گفت شما یک گاو بکشید تا من توسط اون گاو قاتل پیدا کنم. قالوا اتتخذون هزوا، میگه باید داری ما رو مسخره میکنی. موسی میگه نه، من پناه میبرم به خدا، نکونم من الجاهلین، که از جاهلا باشم. یعنی انسان جاهل مسخره میکنه و معنی مسخره رو فهمیده. خب دوباره تهدید ادامه داره،
من ورائهم جهنم ولا یغنی انهم ما کسبوا شیئا. در پشت سر اونها، در روی جلوی اونها جهنم است. اینا که مسخره میکنن آیات رو، هیچ چیزی هم برای که کسب کردن برایشون عملشون هیچ فایده بنان نداره. ولا متخذوا من دون الله اولیاء اولهم عذاب عظیم. میگه به کسایی هم که غیر از خدا ولی گرفتن، یا حسین یا حسن یا علی یا محمد یا عیسی یا موسی، میگه برایشون هیچ فایده ای نداره وقتی آیات خدا رو مسخره میکنن. برای اینها بار سوم میگه که عذاب عظیم است. خدا خودش عظیم است. این عذاب چی باشه که عظیم است؟ هذا هدى، این قرآن هدایت است. والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. و کسایی که کافر شدن به آیات خدا، یعنی مسخره کردن، برایشون عذابی از رجز علیم استش، پلیدی عظیم دردناک. خب مگه شیعه آیات خدا رو مسخره میکنه؟ تا حالا دیدی اینا که سلمان رشدی رو محکوم به اعدام کردن؟ مسخره کردن فقط این نیست که شما کاریکاتور بکشی. امروز صحبت من همین است که آیا شیعه آیات قرآن رو مسخره میکنه؟ چگونه مسخره میکنه علمای شیعه؟ الله پاک ازدواج رو به عنوان یک قانون گذاشته. یک فرق ما با ملحدین این است که خداوند قوانین متعددی گذاشته برای ازدواج. درست یا نه؟ و این قانون محکم. یک زن مرد با هم خیشاوند میشن، بلکه دو فامیل با هم خیشاوند میشن، بلکه دو قبیله با هم خیشاوند میشن. و یک پیمان محکمه، میثاق محکمه. ولی شیعه این عوض کرد، مسخره کردن آیات. که اینجوری هم میشه دیگه، ازدواجی که باید یک عمر باشه کرده 10 دقیقه. در قانون شیعه یک زن میتونه نصف جونشو کرایه بده برای 10 دقیقه. باورش مشکله ولی هست دیگه. و بعد از این که مثلا شرط کنه که مثلا به جای حساس بدنش مثلا دست نزنه مرده، یا مثلا وزارت میخوام باش نزدیکی هم بستری نکنه، بعد از 10 دقیقه که بلند شد عده نداره، 10 دقیقه زنگ ساعت میذاره، یا نیم ساعت یا 1 ساعت. اینطور خدا کاریکاتوری از ازدواج نیست؟ این مسخره کردن ازدواج نیست؟ بعد از 1 ساعت میره در بغل یه مرد دیگه که پشت در منتظره، عقد میکنه و عقد میره. خب این مسخره داره میکنه. قانون خدا که نیست، نه شاهدی، نه فامیلی، نه مردر، حتی اسم هم دیگرم درست نمیدونم. ازدواج برای این است که فرزند پیدا شد و فرزند پدر مادر داشته باشه. همون روز دیگه پدرم نداره، هرچند که این به این صورت اصلا نزدیکی صورت نمیگیره. حالا کی تو اتاق میدونه که نزدیکی صورت گرفته یا نه؟ خب این مسخره کردن آیات نیست که یک زن بتونه در یک روز از رای حلال، حلال محمدی به قول اینها، با 10 مرد بخوابه. نگید نیست. هر کی میگه نیست بیاد با من بحث کنه. در قانون شیعه اگر عده نداشته باشه، زنی که از مایوس است از عده، و زنی که شرط کنه با شوهر 10 دقیقه خودش، با شوهر 1 ساعته خودش که تو حق نداری مثلا با من نزدیکی کنی، اون زن عده نداره. یعنی بلافاصله بعد از این عده نداره. یعنی چه؟ یعنی بلافاصله بعد از این که از این مرد جدا شد، میتونه بعد در بغل یه مرد دیگه بره. در تهران پارس این تحقیق شده بوده، زنه رو میگفتن چرا اتفاقا دیوسشون هم یک ملا بوده، قشنگ عقد میکرده رسمی، خطبه میخونده که آقا به این شرط شما وارد اتاق بشید، وارد اتاق میشد 1 ساعت بعد میاد بیرون. زنه رو میگفتن چرا این کارو میکنی؟ والا میگه من که عده نگه دارم، اموراتم نمیگذره، خرجم زیاده، پول میگرفته دیگه. خب آیا فاحشه‌خونه نیست؟ این مسخره کردن آیات خدا نیست؟ این عذاب علیم و ریزون علیم و عظیم و اینا همه به سر همین آخوندهای شیعه است که قرآن مسخره کرده. اینم یه جور مسخره کردن. آقا آیات چیکار داری میکنی؟ یه تمسخر دیگه. ما بارها این داستان رو شنیدیم. در تمسخر ملا نصیرالدین، حالا راست دروغ بود، گردن اون بیچاره انداختن که یک باغ داشته، یک دیوار محکم، فقط 4 طرف دیوار، یه طرف دیوار کشیده، یک در آهنی ما بزرگم گذاشته، رو در آهنی هم یه قفل بزرگ گذاشته، ولی 3 طرف باغ دیوار نداشته. مسخره است دیگه. این در حقیقت مسخره کردن ملاست، یا مسخره کردن کسی که این داستان ساخته داره ملا رو مسخره میکنه. مسخره کردن فقط این نیست که میگم شنیدم، یادم میاد اول انقلاب که کمی آزادی بود،
اولش اولین ریاست جمهوری شده بود، 1000 نفر خود کاندید کردن. یکی که با پادشاهی موافق بود و با جمهوریت مخالف بود گفت اومدم گفتم میخوای چیکار بشی آقا تو؟ گفت من میخوام رئیس جمهور بشم. گفت رئیس جمهور یا رئیس جمهور؟ گفت نه رئیس جمهور. شما اسم من ببینید چیکار داری؟ یعنی میخواست مسخره کنه. مسخره کردن فقط به این صورت نیست که، اینم یه جور مسخره کردن. حالا شیعه چه رفتی داره به این باغ ملا نصرالدین؟ آقا شیعه قبول داره، قبول داره که یک مرد حق نداره بشه 4 زن بگیره، ولی از اون طرف یه قفل انداخته بزرگ، قفل بزرگ انداخته روی در، در بسته، ولی از اون طرف میگه تو 1000 تا زن هم میتونه بگیری. میگه این چیه؟ میگه اون موقته. باز مسخره کردن. ببین ازدواج دائم، خب یک انسان در 20 سالگی عروسی کنه 80 سالگی میمیره دیگه، 60 ساله این دائمه. ازدواج موقت می نویسن 99 ساله، یعنی موقتشون از دائم بیشتره. این مسخره کردن دین نیست؟ این داره دین مسخره میکنه، ولی بریش من و شما میخنده. اینجوریه، متوجه باشید. از این زیاد میتونم بهتون بگم، ولی باز بس. آقا یکی از اصول مهم دین ما دیگه زکات دادنه. کنار نماز هر وقت اومده و اقیم الصلاه و اتو زکات، مثلا زکات بده. اینها زکات پول از بین برد. آدمی مثل بیل گیتس زکات نمیده، مستحق زکات نیست. کی زکات میده در دین شیعه؟ صاحب شتر، صاحب گوسفند، صاحب کشمش، صاحب برنج هم نمیده، صاحب گندم، صاحب جو، صاحب نمیدونم شتر. تو تهران کی شتر داره؟ تو رو خدا کی تهران کی کشمش میکاره؟ شهر 12 میلیونی، 13 میلیون، برو اصفهان کی میکاره؟ مشهد کی میکاره؟ تبریز کی میکاره؟ زکات ما رو چی کردن؟ و میلیاردارا زکات نمیدن. 100 تا آیه در مورد زکات اومده. پس این مسخره کردنه، زکات است. حتی قیامت هم مسخره کردم. رجعت به دنیا رو درست کرده، قبل از قیامت مرده رو زنده میکنه. بابا این قیامت برای چی آورده؟ از اصول دین ما قیامت، این رجعت از کجا اومده؟ باز جالبه که حضرت علی 3-4 بار میره قیامت میاد، میمیره زنده میشه دوباره حکومت میکنه. اونم نه 1 سال 2 سال، علی که 5 سال حکومت کرد 50,000 سال حکومت میکنه. داره مسخره میکنن دینو دیگه. در همین دنیا آخرت نه، یزید هم زنده میکنه، حضرت ابوبکر عمر هم زنده میکنه، میزنه میکشه، حضرت عایشه رو زنده میکنه، کفن استغفر. در دین مسخره میکنه. اینا در حقیقت به آخرت ایمان ندارن. این پدر سوخته، لفظ پدر سوخته چرا داره بین شیعه فقط هست؟ فقط مردم بخارا فارسی زبان بودن، مردم مرو هم فارسی زبان بودن، مردم بلوچ و مردم کرد هم، اینها هم بالاخره زبان محلی داشتن و زبان رسمیشون فارسی بود. در زبان اونها افغانستان، پشتونا، تاجیکا، تاجیکستان کلمه پدر سوخته ندارن، فقط فارسی های شیعه ایران دارن. چون مردار در می آوردن می سوزوندن، قیامت عقیده نداشتن دیگه. مردای سنی رو در می آوردن می گفتن پدر سوخته، این فلانی پدر سوخته است. هم تو همه آخر هم این کار کردن، خلخالی جسد پدر شار در نیورد، مسترا درست نکرد و جسد خیلی یاری دیگر هم در آورد. چرا به قیامت عقیده درستی ندارن؟ مثل قیامت مسخره میکنن. یه چیزی دیگه که اینا به قیامت عقیده ندارن و مسخره میکنن، ترازوی میزان روز قیامت است دیگه. میزان روز قیامت که همه چیز رو وزن میکنه، برای شیعه و علمای شیعه فقط برای وزن تربچه و پیازچه است. اعمال وزن نمیشه در اونجا، اعمال خودشون وزن میکنن، خودشون میبینن که اعمال سنگینه که اعمال سبکه. ها نمیبینی هواپیما افتاد، زدن هواپیما رو کشتن، انداختن، که بعضیشون اصلا چیزی به نام حجاب نمیشناختن، چیزی به نام دین نمیشناختن. بعضی هم اینطور منافق بودن که 100% ذوب در ولایت بودن، از توبره هم میخوردن، از آخور هم میخوردن، میخواستن برن اروپا زندگی کنن، کانادا، تابعیت اونجا هم داشتن، پول هم از ایران میبردن. میگه دولت اعلام که اینا شهیدن. شهید که بالاترین درجه است. چطوری میگن دست توه؟ ها میگه دست منه، خمینی رو من بردم بهش، ببین چه جوری کردم، حق شفاعت هم بهش داده. آقا ترازوی قیامت برای چیه؟ میگه برای وزن تربچه است. پیاز باش وزن کنین، سیب زمینی رو باش وزن کنین. این تمسخرات کردن دین نیست؟ میگم این قیامت دارم میگم،
دیگه چیکار میکنن؟ در روز قیامت خدا به حساب ما و شما نمیرسه، حسین است که به حساب ما و شما میرسه. همه چی قیامت با همه، یه قطره اشک ریخته باشی میای بیرون، میره بهشت. فقط کافی است که حتی فاحشه هم باشی، فقط رفته باشی تو مجلس حسین، اونم گذری رفته باشی. چیزایی تو گفتن که مغز آدم سوت میکشه، ولیکن میگن یعنی قیامت هم مسخره کردن، یعنی دین به طور کلی مسخره کردن. برای همینه میگه دیگه از تمسخرهایی که اینا کردن به ذات الهی مسخره میکنن. مثلا میاد میگه تو کتابای شما نوشتی که خدا مو فرفری از خدا نمیدونم جوان بیریش از ما، کسی که این کتاله شنیده کسی از ما بگه؟ از زبان ما تهمت به خدا میزنن، در حقیقت دارن به الله توهین میکنن. نه فقط این، صفات خدا رو میدن به یک بنده ای که از نظر اینها ذلیل ترین بنده است، از نظر ما نه، از نظر خودشون. یعنی میگن علی رضی الله عنه صفات خدایی داره، کن فیکون میکنه. بالاترین صفات خداوند این است که کن فیکون میکنه، میگه شو میشه. این صفات اماماست. خب باشه، میگه چه ابدال حالا امام رو پیش خدا برده؟ توهین به خدا نیست که. بابا توهین به خدا میکنه. بعد همین امام میگه در گردنش ریسمان انداختن، در کوچه ها گردوندن، نمیدونم شبا میرفته گریه میکرده در چاه. چطور صفات خدایی داره این؟ یعنی خدا رو شما چرا مسخره میکنید؟ یا بگید خدا نیست، یا اگه خداش کردید دیگه قدرت خدایی هم بهش بدید، حداقل در خیال که بدید. این ملعون ها میگم این روزا من نمیدونم چرا این کلمه لعنت رو بکنم، اما کسی به این عقیده بمیره ملعونه. به حضرت محمد هم توهین میکنن. چگونه توهین میکنن؟ اول متهمش میکنن که مثل آخوندهای امروز آقازاده پروری بود داشته، از اون ور میگن که نمیدونم نان ترشیده میخورده، از این ور میگن که باغ فدک داده به دخترش، مثل که جزیره کیش خمینه بده به پسرش. چرا؟ اون ور ما میگیم که آقا این خدمتکارم بهش نداده، گفته ساده زندگی کن، از این ور میگه باغ فدک بهش داده، از این ور میگه نه یک بیستوم مالتون رو به نام بابان خمس به بچه‌ها این بدید. یعنی ما حالا میگیم یعنی صد رحمت به خمینی و خامنه‌ای که اگه آقازاده پروری میکنن آقازاده خودشونو میگه پول بده یا میدزدن میدن. این میگه تا روز قیامت به بچهای من به ذریه من پول بدین، اونم یک بیستوم از مال خودتون از خمس. زکات اونجا خراب کرد، اینجا خمس آورد برای بچهای خودش. این توهین به حضرت پیامبر، یعنی حضرت پیامبر رو صلی الله علیه و سلم دعان خاکم به دهن زبانم لال به صورت یک انسان مال دوستی در آوردن که فقط در فکر زن بچه‌اش بوده. این توهینه در دوستی میگن، اما دارن توهین میکنن. فقط این نه، حضرت محمد به اینا دستور داده، حضرت محمد اینا دیگه توهین به حضرت محمده که بچهای من مردن سر قبرشون طلا بسازید، اگه خودتون هم کلیه ندارید و نون شب ندارید طلای خالص براش گنبد میسازید، در قبرشو طلایی میکنید، نه یه در 500 تا در. عجب آقازاده پروری داشت پیامبر اینا. این در حقیقت توهین به حضرت محمده، تمسخر دینه. یعنی یه نفر از بیرون بیاد ببینه میگه به به، این که میگه من اجر نمیخواستم، که همه چیز دنیا رو گرفته، بعد از مردنم بچه‌هاشو در بهترین طلا و نقره و الماس دفن کرده، اونجا دیگه نیازی نداره که. همین نصارا وقتی مرده‌هاشو میمیره تابلوهای لوکس میگیرن، آینه داره و شونه داره و فلان داره. این دو پا از اونها جلو زده، همش طلا خالص، طلای خالص، آینه کاری، مربت کاری، جواهر. این تمسخر دینه. اگر من بخوام برای شما بشمرم خب زیاده دیگه، جوری دیگه که پیامبر رو تمسخر میکنه. علی یکی بیاد دیدیم هم نمیش مینویسن گاهی در زیر نویسا که ما میخونیم، مثلا اولش مینویسه که آقا سجودی مثلا تو استاد خیلی بزرگی هستی، من چی آخرش میگه نمیدونم زنت فلان دخترت بمان. این در حقیقت من توهین کرده دیگه، دور از من تعریف کرده، ولی وقتی به زن من بد گفته یعنی به من توهین کرده، به دختر من بد گفته به من توهین کرده. اینها به زنای پیغمبر که تا آخر عمر باشون بودن و بعد از مردن پیغمبر گفت شما و خدا گفت شما حق نداری این زنا رو طلاق بدی، قرآنه، حق نداری که تبدیل کنی این زنا رو، حق نداری طلاقش بدی، پیغمبرش میگه. یعنی این زنای ما همه میتونیم زنای خود طلاق بدیم، اما این حق از پیغمبر خدا سلب شده بود که زناش طلاق بده. یعنی اینکه این زنا عزیز بودن پیش الله، همون زنا رو فحش میدن. میگه ما که نمیگیم بدکاره بوده، تو که بدتر از بدکاری میگی که آدم یک زن بدکاره داشته باشه، بهتر از اون که کافر و منافق داشته باشه که. لذا اینها دین رو مسخره میکنن. آقا میگه سجودی تو بهترین آدم هستی، همون دوستات، کاش بگه که معتاد هستن، کاش بگه که معتاد هستن. بدترین آدم به زبان نمیتونه بگه، بدترین انحرافات جنسی رو به دوستای پیغمبر اینا نسبت میدن، باز میگه ما پیغمبر رو دوست داریم. آقا من
با هر که دوستان مثل اون هستم دیگه. پس دارن پیغمبر مسخره میکنن، نشونه گرفته حضرت عمره، ولی منظورش این است که پیغمبر بزنه. پس من حق دارم بگم که اینا آیات خدا رو هزوا گرفتن، مسخره کردن آیات خدا رو. اون از ازدواجش، اون از نمیدونم قیامتش، اون از قبرش، اون از یه چیز دیگری که مسخره میکنه. هر کس هم میدونه، کمی دقت کنه. ما میدونیم که یکی از اصول مهم دین این ما این است که باید ما قبول نداریم. همین که بگیم ما مسلمان هستیم، قبول داریم پیغمبر رو، همه چیز رو قبول داریم، اما اگر قبول کنیم که بعد از اون پیغمبر دیگه اومده یا میاد، ما دیگه مسلمان نیستیم. قادیانی ها به خاطر همین از اسلام بیرون رفتن، یعنی هیچی دیگه فرق ندارن. یک احمدی را آوردن، گفتم احمدی است که تو قرآن بوده، این لا اله الا الله محمد رسول الله میگن، ولی هیچ فایده ای نداره. مسلمان ها میگه شما مسلمان نیستید. یکی بهایی ها، بهایی ها همونطور که ما حضرت عیسی را قبول داریم، ما حضرت محمد را قبول داره، ولی میگن چون که بعدش پیغمبر دیگه اومده ما میگیم کافر هستید. البته اگه حالا بحث مسخره کردن این بهایی ها را، این بیچاره ها مسخره کردن. حالا داستان امام زمان یادم باشه بهتون بگم. خب شیعه قبول دارن که پیامبر ما آخرین پیامبره، تموم شده رفت دیگه. آقا این آخرین پیامبر است، بعدش میگه یه 12 نفر اومدن که از پیغمبرها بالاترن. اونجا که میگه آخرین پیامبر است، اینجا میگه 12 نفر از اونها بالاترن. ما میگیم آقا متخصص، بالاترین متخصص مثلا جراحی اینا بودن، 120,000 پیغمبر بودن، آخرش این بود دیگه، نمیاد بعد از این. خدا اراده نکرده که دیگه بعد از این متخصصی بیاد. تو یکی رو میاری میگه آقا این از همه متخصص تره، ولی اسمش پیغمبر نیست، اسمش امامه، از همه پیغمبران بالاتره. تو خاتم النبیین منکر هستی. بدترین نوع انکار خاتم النبیین شیعه دارن. فلکه نمیگن، این تو مسخره میکنن، دو چپ راست میره، شما باور نمیکنید. عجیبه. ما میگیم آقا بالاترین پادشاه، پادشاه دیگه نیست، میگه نه بالاتر از پادشاه اومده. اینها در حقیقت حضرت علی را مسخره میکنن. این چه مسخره است که از اون میگه شیر خداست، از اون میگه که نمیدونم. عرضم به حضور شما میگه میره در چاه گریه میکنه، زنش زدن تکون نخورد. چطور هم چیزی ممکنه که حضرت علی زنشو بزنن؟ تو خونش حمله کنن، هر چی باشه آدم از خودش دفاع میکنه، تو خونش حمله کردن. دروغ البته میگن. دین اسلام در مورد دستور دین زنا مسخره میکنه، یک حجاب رو گرفته دیگه، هر چیز گذاشته. به زن حق در ملک، در مذهب شیعه، در املاک، من نمیدونستم اینا رو، در املاک به زنها ارث نمیدن. باورتون میشه؟ شاه این قانون اینا رو عوض کرده بود، به قانون سنی نزدیک کرده بود. حتی مثلا یک زنی که کشته میشه در قانون شیعه، الان تصمیم دارن عوض کنن. اگه دین چرا عوض میکنین؟ زنی که توسط مردی کشته میشه، اون مرد اعدام نمیشه در قصاص، باید که نصف دیه رو بده. یعنی یک مرد اگه بخواد خودکشی کنه، میره مثلا یه زن بکشه، خب میخواد خودکشی کنه، میگه من اعدام کنه، خب نصف پول همون دیه ای منو بدید به من. چرا؟ میگه نمیتونی من اعدام کنی، چون که دیه قتل زن نصف مرده. این دقیقا توهین به اسلام، توهین به زن است. یه کار دیگه که میکنن که خنددارم هست و گریه آورم هست، چقدر وقت دارم که نیم ساعت بیشتر صحبت نکنم؟ 5 دقیقه دیگه وقت دارم. مرده ها رو تمسخر میکنن. آقا گوش مرده رو میگیره، میگه بگو خدای تو کی؟ بگو مرده دیگه. نمیگه اگه ازت پرسید خدای تو کی، الان داری بهش یاد میدی بعد از مردن؟ مردن به چه دردش میخوره؟ خدای تو کی؟ امام اول تو، امام دوم تو، امام سوم تو. گوش هم تکون میدن، تلقین میگن. و یکی از بدترین کارهایی که میکنن، شما میدونید که اینایی که دین برای اینا ساختن شیاطین بودن. مرده رو وقتی که شما به قبرستان میبری، این مرده هنوز بفهمی نفهمی تو دنیا هست، بالای سر جسد خود در حرکت روح، فامیلای خود صدا میکنه، فلانی بهمانی، و در اینجا میشنوه حرفای شما را. وقتی شما میگی که اونجا میگه پشت مرده دیگه نمیگه یا علی یا حسین یا جواد یا محمود یا نمیدونم تقی یا نقی، میگه لا اله الا الله. افسوس میده اون مرده که دو زندگیش همش میگفت یا حسین یا علی. در وقت مردن چی نمیگن؟ حداقل دوره‌ای که ما تو ایران بودیم اینطور بود. یعنی مردنم در بعد از مردنم این شیطان هم دیگه آزار میدن. اونجا هم بگید دیگه به یا علی. خب دیگه در نماز مسخره بازی کردن، در نماز وضو برداشتن، پا رو نمیشورن،
مسخره کردن، 5 تا رو 3 تا کردن، اذان رو براشون عوض کردن، کارایی کردن. حالا که دست پشستن پا گفتیم، یکی از دستورات مهم دین اسلام تمیزیه. تمیزی اگر شما نگاه کنید یکی از بهترین دستورات دین ماست. همون در مورد دوره کرونا که ما کمتر کرونا میگیریم، یکی دلیلش تمیزی ماست که در دین ما هست. حتی در کشورهایی که مثال از لحاظ استاندارد تمیز، استاندارد بهداشتی، این دستورات به اصطلاح دکتری ما علاج درمان کم هست، میبینی که کرونا بازم کمه، به خاطر اینکه اون نظافت شخصی که ما داریم. 5 دفعه تو روز خودت میشوری دیگه، 5 دفعه دستو میشوری، غیر از اینکه دستشویی میری میشوری، غیر از اینکه وقت غذا میشوری و استنشاق میکنی، مزه مزه میکنی، یعنی بدنت هفته یک بار سرت حق داره باید بشوری، خیلی چیزای دیگه. اینا شستن پا رو برداشته. حالا من باز نمیکنم از در روابط جنسی از راه غیر فطری در پینشون، حرام نیست، حرام نیست، یعنی حلال شد دیگه. خب در حج مسخره کردن، حج هم مسخره کردن. آقا در طول تاریخ اینا براءت از مشرکین نداشتن. یک دفعه خمینی از خواب بیدار شد که ما باید در حج یک مراسم جدیدی بیاریم به نام براءت از مشرکین. در طول تاریخ خود شیعه هم نداشت، یک آخوند شیعه هم باش مخالفت نکرد. آقا این که مراسم حجه. باز خنده‌دار این است که در اونجا میگفتن مرگ بر شوروی در مکه. همون روز من اخبار تهران رو خوندم که گوریمیکو اومده در تهران، همون روزی که دارن تو مکه مسخره میگن که مرگ بر شوروی، گوریمیکو وزیر خارجه شوروی اومده تهران، یک دختر 5 ساله بهش گل داده، تهران بهش گل میده. تو مکتب مکه قانون برات از مشرکین درست کرده، میگه مرگ بر نمیدونم همین گوریمیکو. گوریمیکو بود یا همین بالاخره همین آخرین رئیس چیز بود سال 60، زمان رفسنجانی اومده بود سال 60، نمیدونم 4 بود به نظرم یا 3 بود، به آدم رفت. خب این چه مسخره کردن دین نیست؟ بلکه اصول دین مسخره میکنن. امامت در اصول دین داخل کرده، هیچی در قرآن نیست. این میشه کتاب آسمانی تو هیچ نشانه از امامت نباشه. وقتی میگه امامت در قرآن بیار، میگه ائمه فرعون، فرعون هم میگه امام بودن، ابراهیم هم امام بود. خب به تو چه که امام بود؟ تو امامت خودتو بیار، 12 امامتو بیار. مسخره کردن دین است و بزرگترین مسخره کردن این دین این است که شما اگر مذهب شیعه رو خلاصه کنی میبینی که در گریه و فوش خلاصه شده. دینه که مگه میشه دین گریه باشه و فوش باشه؟ تمسخر دینه دیگه. به نام دوستی اهل بیت فوش میده به چی؟ فوش در دین ثواب کرده، گریه رو ثواب کرده و باز از مرده درخواست میکنه. حالا فقط آفریقایی از مرده درخواست میکنه، البته نه نصارا میکنه این کار، ولی یعنی مذاهب ابتدایی از پدرای خود، از اجداد خود تو آفریقا، از اجداد خود درخواست کمک میکنن، از روح اجداد خودشون. ما همطور شدیم. اگه اسلامی که ما رو گفته خدا یکیست، میره از مرده کمک میخواد. این مسخره کردن دین نیست که تو میره همون مرده یا خودت بلندش میکنی، کفنش میکنی، میشوری، میبری تو قبر که گذاشتی، ازش کمک میخوای. نکن بگو خودت تشریف ببر در قبر. اگه تشریفشو برد در قبر، بعد از اون ازش کمک بخوا. بله دیگه هم هست، ولی چون تلفن‌ها داره میاد، آقای رضایی به نظرم سر خط اومدن، تلفن‌ها رو اعلام کنید دیگه. آقای رضایی تلفن رو دیگه ما بس می‌کنیم، فکر کنم بس. بله بفرمایید. سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام جناب آقای رضایی محترم، بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلامت باشید جناب استاد. با امیدواری زیاد با این چند شما رو نگذشته بودید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتم که شانسمون رو امتحان کنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم، ما در خدمتتون هستیم، فرمایشات شما رو میشنویم. بله خواهش می‌کنم، صدا می‌کنم جناب استاد بزرگوار، جناب آقای سوزیلی، همانقدر که خود شما در برنامه‌هایی که دارید وقتی با مخاطبین صحبت می‌کنید تو 2 دقیقه 3 دقیقه جواب چند تا موضوع تو در طول یاد مطرح می‌کنید اذیت میشی، به همون مقدار ما هم وقتی شما نیم ساعت 40 دقیقه 35 دقیقه ابتدای برنامه صحبت فرمایید و موضوع های متعددی را مطرح میکنید و نیم ساعت هم وقت سراغ هیچ کس هم نمیتونه جواب بده. آقای رضایی عزیز، من حرفتون رو قطع میکنم ولی وقتتون نگه میدارم، حق با شماست که چند موضوع باشه آدم نمیتونه جواب بده. شما از همین موضوعاتی که من گفتم حق یکشم جواب بدید، بقیه حرفای من رد میشه. یکشو جواب بدید. بله من به
در خصوص اینکه شما ابتدا از سیغه شروع کردید، میخوام راجع به این مسئله هم با شما صحبت بکنم و به خاطر اینکه به کسی هم برخورد نشد از خواهر خودم مثال میزنم. ابتدا هم بگم که آیا شما این رو قبول دارید که سیغه در زمان رسول خدا ولو برای دو روز، یک روز، یک ساعت، پنج هفته، نمیدونم یه مدت کوتاهی کم بوده است و بعد به تعبیر شما بعد ممنوعیتش اومده است و حضرت پیامبر اعلام کرد از بله قبول دارم، بله قبول دارم که یک مدتی بود بعد پیامبر هم حرام کرد، مثل که شراب خوردن بود، مثل که روزه نگرفتن بود، مثل که نماز نخوندن بود، لیکن آخر مسئله این بود که حرام شد. بفرمایید در خدمتونم که سوال. خب پس دیگه مثل زلزله که زلزله پس زلزله داره، یعنی پس زلزله ها عواقبش بعد از زلزله آشکار میشه، هر سیغه‌ای حالا همه امر سیغه که محقق میشود اون پس لرزه هاش بعدش آشکار نشه، بالاخره سری 20% اینا آشکار میشود. چه فرقی میکنه چه در زمان رسول خدا یه مرد و یک زن به نام سیغه و چه در عهد ما یه پسر و دختر یا یه مرد و زن در کنار هم دیگه به نام سیغه در کنار هم. فرقش این است که در زمان رسول الله در زمان رسول الله شراب میخوردن جلوی ایشون. بفرم. من الان خواهر مطلقه بی شوهر خودم رو میبینم با یک مرد اجنبی، تا میام بهش نگاه بد بکنم میگم عقدم کرده، عقدش بودم. خب متعاقباً خب یکی دیگه از دوستان منم دنبالمه، اونم خواهرش اونم با یه مرد دیگه میبینه، اون پسر از یه طرف فرار میکنه و این میگه به من تجاوز کرد. آیا این خواهر من که به من گفت من عقدم کرد، این بیشتر برای من سرفکندگیه یا اون که خواهر پسر فرار کرد و معلوم شد از فرار رسیدشون که اینا علیاذ بالله تن به زنا دادند و خواهر من به خاطر اینکه تن به زنا ندهد و برای وقتتون تموم شد آقای رضا جدیش بله وقتتون تموم شد. من از تو خدافظی می‌کنم. تلویزیون بشنوید چون که خودتون نخواستید بحث ادامه بدید، می‌خواست همه رو ادامه بگید، پس از تلویزیون بشنوید. ببینید مثالی که شما می‌زنید میتونه مثال درستی باشه اما واقعی نیست. مثال واقعی این است که خواهر مثلا مطلقه من یا بیوه شده من عروسی کنه و ما با قانون در اسلام با این توجه به قانون تعدد داریم، معمولا زنها 10% از مردها بیشترن، با تعدد همیشه این زنها هستن که به اصطلاح میتونستن شوهرای خوب انتخاب کنن چون زن کم بود مرد زیاد بود، برای این یک راه حل تعیین شده. لذا مثالی که شما میزنید در دو حالتی است که اصلا رفتی به ما نداره. خداوند اگر راه حل برای زنای بیوه نذاشته بود اون وقت حرف شما درست بود و گذاشته. این مثال اصلا رفت نداره به قضیه. و دیگه که چیز دیگه فرمودی که زمان پیغمبر اگر حلال بود حالا چه فرق میکنه؟ خب زمان پیغمبر شراب هم حلال بود، حالا باز حرام شد. حالا باید ما بگیم چون که پیغمبر حلال بود حالا باید ما هم حلال کنیم باز حرام کنیم که نمیشه. بیننده بعدی در خدمتتونم، سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سجودی. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. یک سوال کلی از حضرت بفرمایید. در این مباحثی که حضرت عالی میفرمایید در مورد امامت، مطیعه و موضوعات متعدد که پرداخت میکنید، بله، اینها شاید از قرنها و قرون متمادی و از اوایل جریانی که بین شیعه و سنی بوده اینها مطرح بوده این موضوعات، ولی هیچگاه به شیوهی که حضرت عالی میفرمایید و چنین ارگاه میکنید که مثلا شیعه از دایره اسلام خارجه چون به خاتمیت قائل نیست و چنین و چنان و چنان، چنین نوع بیانی رو ما از اهل سنت در مورد علمای شیعه نشنیده بودیم. ظاهرا این شیوه حضرت عالی یک جریان نوپدیدی که شیعه رو از دایره اسلام خارج میکنه. ما فقه شلتوت اهل سنت رو داشتیم، با شیعیان به خوبی زندگی میکرد، در ارومی علمای متعدد رو داشتیم، با علمای شیعه زندگی میکردن، در دانشگاه الازهر یکی از کرسی های دانشگاه الازهر به نام جریان تشیع بود در دوره ای که آیت الله العظمای بروجردی در قم بودن. اینها خاطراتی بود که بین شیعه و سنی در قرون متمادی بوده، اما اخیراً با روی کار آمدن جریان فکری که شما هم جزء همون جریان فکری هستید،
ظاهرا در مبنا و مسیر تکفیر شیعه قدم برمی‌دارید. من میگم این علمای قدیمی که بوده آیا اینها علم کافی مثل شما رو نداشتن، نمی‌فهمیدن، یا نه شما بیشتر از اون میفهمید، یا نه چنین است که شما در مسیر غلط و منهج غلطی هستید که این رو علمای قبلی و علمای سلف شما قبول نداشتن. اگر بفرمایید خیلی ممنون میشم. متشکرم ازتون، فرمایشتون رو شنیدیم. بشینید سر خط تا جواب براتون بدم. ببینید عزیز، به یک معنی حرفتون درسته، قدیم به این موضوع نمی پرداختن. حالا چرا ما می پردازیم؟ آیا ما نو پرداز هستیم؟ نه، همونطور که الان مثال اسماعیلی خیلی خطرناکتر از شیعه هست، ولی کسی بهش نمی پردازه. به شاید بهایی از اونام بدتر باشه به یک معنی، ولی کسی به اونا نمی پردازه. اما چرا به شیعه دوازده امام می پردازیم؟ برای اینکه این خودش ما رو ول نکرده. اول اومده نمیدونم 200 تا تلویزیون درست کرده، همه رو می‌خواست هدایت کنه. فقط این نه، برنامه 50 ساله داشته که اهل سنت ایران از بین ببره. مساجد ما رو اول خراب میکردن، یادت نمیاد مسجد مشهد و در اصفهان در آذربایجان چیز و دیگه. فقط این نه، من یکی از مثلا شیعه برگشتم، خب در زمان شاه بود شاید کسی چیزی به من نمیگفت، ولی شما ما رو به عنوان مرتد میکشید. تو که من مرتد میگی و میکشی، من برای چی باید از کشور خودم فرار کنم؟ خودت هم میدونی که نمیشه تو ایران با این عقیده زندگی کرد. خودت میدونی اگه بگی نه پس منکر شدی از حقیقت. پس ای باد سبا این همه آورده ای تو این کارا رو، شما این کارا رو شروع کردید، متوجه هستید؟ لذا علمای قبلی که اگر که چیزی نمیگفتن میگو آقا در دنیا که ما مسئول نیستیم، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما که نمیتونیم همه مردم دنیا بگیم بیا به مذهب ما. اما وقتی شما اون موقع شما تقیه هم میکردی، اینم یادتون باشه، حالا ما رو میگی شما تقیه کن، نمیشه دیگه، ما هم داد میزنیم. مسئله این است که اون وقت شما قدرت نداشتید، حالا قدرتی که گرفتی، چاهای نفتی که گرفتی، تا بورکینافاسو میری مردم رو میخوای شیعه کنی. ما باید به اونا بگیم آقا این شیعه اینجوریه. نه اصلا اونا رو ول کن، خود منه که باید بگم آخه من چرا باید حق نداشته باشم؟ من تو انقلابم بودم، شیعه رو سر کار آوردم و پنج وقت نماز من میخوندم، اما مجبور شدم فرار بکنم، حالا هم محکوم به اعدام هستم به عنوان مرتد. لذا شما انصاف ندادید، یک طرفه گفتید. بله در زمان قدیم نمیگفتن چون شما کاری نمیکردید. حالا شما هر کاری که میکنید بس فقط در فکر این است که سنی‌ها رو بزنید. بیننده بعدی بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. الو، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام، خسته نباشید آقای سجودی. هر گوی سلام و رحمت الله. بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای سجودی صداتون خیلی ضعیفه. عرض کنم خدمت شما در مورد موضوعی که مطرح کردید برای برنامه، من فقط یک نکته اشاره بکنم. مثلا ازدواج موقت رو شما گفتید، من نکتم این هست که وضع اصل قانون خیلی تفاوت داره با امکان سوء استفاده از اون قانون. ما خیلی قوانین بسیار مترقی و محکمی داریم در اسلام که هر کسی میتونه حتی از این قوانین محکم سوء استفاده بکنه، مثل مثلا قانون ازدواج دائم. قانون ازدواج دائم داریم، اما این محدودیت نذاشته که مثلا یه پیرمرد بیاد با یه دختر بچه 10 ساله ازدواج بکنه، اما همه میدونن این ازدواج سوء استفاده است. عقد موقت هم مثل همینه، اصل قانون گذاشته شده، اما اینکه یک نفر بعد امکان داره که مثلا یارته باشه با سه نفر ارتباط بگیره بدون اینکه ادعای نگه داره، این مسئله شاذ هست، موردی هست، نه اینکه بعد نمیگرده به اصل قانون گذاری، بعد میگرده به سوء استفاده از این قانون. یک نفر که 4 تا زن میگیره به قصد عیاشی باشه، این سوء استفاده میکنه از این قانون، منتها اصل قانون بر باطل نیست. این نکته رو داشته باشید. من یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون، اجازه میدید من جواب بدم به شما به صورت خلاصه، یا نمیخواید کل حرفاتونو بگید یک جا؟ بفرمایید. من بگم نکتمو؟ بفرمایید. من یه نکته دیگه هم بگم از به تمسخر گرفته شدن قرآن در اندیشه شما، اون هم این است که آیه قرآن فرمایه که هر کسی مثقال ذره خیر یا شر رو انجام بده نتیجه اون رو در قیامت و آخرت میبینه، ولی شما اندیشتون این هست چون فلان کس صحابی بوده، چون فلان کس فلان نسبت رو با پیامبر داشته، ذات میره بهشت و هر گناهی هم داشته باشه به صورت آنلاین بخشیده میشه. آیه این رو نمیگه. در حقیقت این اندیشه شما به تمسخر گرفتن آیه شریفه هست. یه من استفاده میکنم. خواهش میکنم. اولا که این دوم بازم به مبنای استدلالتون یک استدلال غلط بود. ما نگفتیم که هر کس که صحابی است میره بهشت.
ما نگفتیم کسی که اگر کار بد کرد دیده نمیشه، بلکه ما میگیم کار خوب و بد خداوند میسنجه. البته غیر از شرک چقدر عمل خوب کنی برات فایده نداره، اونم آیه قرآن است. این جواب اول که شما مبنای فرضتون درست نبود. اما که دوم فرمودید که نمیدونم از این قانون سوء استفاده میکنن، بلکه این قانون که سوء استفاده شده مهر تایید علمای شما رو داره. اول از کسی که از این قانون سوء استفاده کرده شاه سلطان حسین بوده. شاه سلطان حسین وزیرش کی بوده؟ محمد باقر مجلسی، که شما همه ریز خارد کتاباش هستید. 130 کتاب نوشته، 130 40 کتاب به نام همه محمد با شاه اسماعیل، شاه سلطان، سلطان حسین پادشاه، علمای شما نوشتن تقدیمش کردن. چی سو استفاده میکرده؟ چرا بهش نگفتن که 500 تا زن نگیر؟ چرا بهش نگفتن؟ چرا به ناصرالدین شاه نگفتید؟ تنبوکو رو گفتید، چرا نگفتید که این همه زن نگیر؟ چرا به فتح علی شاه نگفتید؟ پس شما سوء استفاده نیست، کار حلال دارن انجام میدن، اما شما میخواید به اصطلاح صورتش رو خوب کنید. بیننده بعدی بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. الو. بفرمایید. سلام. سلام استاد، خسته نباشید. سلام، ممنونم، بفرمایید در خدمت. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، وقتی که را در اختیار بینندگان شبکه توحیدی نو قرار دادید. من استاد راستش خیلی وقت دوست داشتم با شما صحبت بکنم. من رحیم هستم، از هوا تماس میگیرم. الله شما رو حفظ کنه. استاد من دو تا سوال داشتم، خواستم این از شما میپرسم که در مباحث قرآنی آشنا هستید. وقتی که استاد ما در قرآن خدا اشاره کرده که ما انسان را زوجین قرار دادیم، یعنی یک مرد و یک زن، و فلسفه اینا که زوج قراره که با هم دیگه محرم بشن، مثلا تولید نسل بشه، و یعنی خلاصش این که با هم دیگه ازدواج بکنن. الان ما میبینیم متاسفانه یک سری جنبش‌های هستن، یک سری مثلا تحر چیزایی هست اومدن که میگن نیاز نیست ما بیان به اسلام عمل بکنیم، اسلام دست ما رو گرفته. همون تو خانم مسیح عدلال اومدن ازدواج سفید رو مطرح کردن، یا خانم شاپرک شجری زاده. آیا چنین چیزی صحت داره که ما وقتی که من با یک دختری رو دوست دارم، بدون اینکه بیایم بریم صیغه محرمیت بخونیم، یا مثلا طبق آنچه که اسلام گفته ما بریم و خودمون رو مقید بکنیم، به هم دیگه ما علاقه داریم، با هم بریم زندگی خودمون رو شروع کنیم، چون که هم دیگه رو دوست داریم، بدون اینکه میگم مثلا صیغه عربی یا فارسی رو بکنیم اونچه که در اسلام مثلا مطرح شده، آیا چنین چیزی در مورد پسند اسلام هستش که بدون صیغه محرمیت بخونیم مثلا مطرح کردن انجام بشه؟ بله، جوابش الان میخوام. سوال دوم بپرسید. دارم استاد، ما در قرآن که قرآنی که به عربی نازل شده، آیا چنین چیزی صحت داره که مثلا قرآن رو ایرانی ها نوشتن؟ من منوش داریم در زمین صحبت کنید که آقای شهر همایی مطرح کردن در این زمینه. متشکرم ازتون، بشنوید. خواهش میکنم. این دومی که خیلی باید مسخره باشه که قرآن ایرانی ها نوشته باشن، چرا که به زبان عربی هست و عجمی نیست، و یعنی ادعایی است که من هر کس بالاخره ادعا میکنه باید یک دلیلم بیاره، همینطور گفتن که کاری نداره، اینا رد میشیم ازش، میریم سر بحث اول. ببینید، خداوند یک قوانین در کره زمین گذاشته، زمین خداست، قانون گذاشته، میتونی رعایت کنی میتونی رعایت نکنی، اما بعد که رعایت نکردی مجازات میشی، هم در دنیا هم در آخرت. ازدواج یک پیمان محکم هست و باید که شواهد داشته باشه، باید که دختر با ولی باشه، این مسئله شوخی نیست، اساس هست. اما یک آقای میاد یا خانم میاد میگه که نمیدونم، ما نمیدونم، عقد شرعی میخوایم با هم باشیم. خب باشین، ما کسی جلوتون نگه، در تمام دنیا فاحشه‌خونه هم آزاده دیگه، در تمام دنیا تقریبا آزاده، اونجا که هیچ صحبتی نیست، یا سفید یا سیاه، اینا خلاف اسلامی چه میتونه؟ من نمیدونم چرا اینو پرسیدید. هر اسلام یک قوانینی داره که باید رعایت بشه، که رعایت نشه هم در دنیا سزاش میبینی. برای همین است که با هم جدا میشن. چرا اینقدر جدا میشن؟ اما اگه ازدواج کنه فامیل دو طرف نمیذارن طرف از هم دیگه به این راحتی جدا بشه. اگه اینطور به اصطلاح دو طرف در اول سعی میکنن که مناسب هم پیدا کنن. لذا این بس، به نظر خودتونم میدونید که در اسلام چنین چیزی نیست. ما پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و ما پیرو خانم احمدی چی نیستیم، که هر کی بود علی نژاد است. بله، بیننده بعدی سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر. علیکم السلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم استاد. ببینید، ما باید قدردان کشورهای ابرقدرت باشیم، به خاطر اینکه اینا اجازه نمیدن مردمشون واکسن بزنن، واکسن رو دارن میفرستن واسه مردم خاورمیانه. یعنی این مردم خاورمیانه تا آخر عمرشون باید قدردان کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا و انگلیس باشن. اینکه
خب یه سری هم هستن میان میگن که آره اینا دارن تست میکنن رو مردم خاورمیانه. نه اینا دارن میسوزن از این همه لطف و سخاوت کشورهای مثل آمریکا، دارن این حرفا رو پخش میکنن. من از شما خواهش میکنم، شما که تریبون دارید، شما که رسانه دارید، حداقل شما بیا شفاف سازی کنید در مورد این موضوع. بله من برای شما بله ممنونم ازتون، سر خط هستید. من عرض کنم خدمتتون که ببینید شما، من نمیدونم نظر شما کدوم طرفه، آیا واقعا طرفدار همین هستید که این واکسن ها خراب است یا خوب است. برای شما باید بگم که کلا سیاست یک کشور که دست یک دیکتاتور باشه، اون نمیتونه، اجازه بدین کم کنم صداشو، اون نمیتونه درست تصمیم بگیره. آقای خامنه‌ای من یادم میاد وقتی که پارسال کرونا شد میگه با آمریکایی‌ها گفت که شما خودتون متهم هستید، می‌خواستم که پزشکان بدون مرز بیاد، می خودتان متهم هستید که این رو در دنیا دارید پخش میکنید. یعنی برای رهبری کشور عیب است که چنین حرفی رو بزنه. و با دیدیم که آمریکایی از هم بیشتر گرفتن. حالا میگه نه شما میخواد که دوای خودتون رو سرم آزمایش کنید. نیازی نداره دوایش سرم آزمایش کنه. همه چیز ما از غرب میاد. در سری چیز دیگه آزمایش میکنه. تو که نمیدونی دوای ما از غرب، دوای ما نمیاد. خب دیگه چیز دیگه آزمایش میکنه. نه برو از هر کشوری که میخری، اما از چین هم که میخری. آمریکا میتونه اونجا کمپانی بزنه دیگه. قدرت داره. از این یک حرف مفتی است که آقای خامنه ای زد، معلوم هم نیست برای چی حرفا رو میزنه. به نظرم پول نداره که بخره یا اعصابش از دست داده، یعنی این چنین حرفی رو نمیزنه. در جهان پزشکی معمولا یک نفر دو نفر که تصمیم نمیگیرن و بالاخره اگر راست فاش شد دیگه و خیلی وحشتناک فاش میشه. از این حرف سخیفی است، ولیکن به طرف رهبر دیگه، دیکتاتور هم هست، ولیکن گفتن این حرف خجالت داره و تا وقتی که چیزی ثابت نشده برعکسش آدم نباید انجام بده. نمیزنی نزن آقا، خودت نزن، ولی که دلیلت چیه؟ پس اگه اینجوری هیچ دوایی از خارج نخر دیگه، چرا همین چیز از خارج میخرید؟ تمام تلفناتون هم آیفون است، همون اصلا نخرید، همون آیفون تمام حرفای شما رو میبره برای آمریکایی‌ها. نه همه مسخره بازی است. من نمیدونم شما حالا منظورتون چی بود. بیننده بعدی سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید جناب آقای. ممنونم عزیزم، بفرمایید. من در خدمتتون، عرض ادب دارم. ما مخلص شما، بفرمایید. من یه سوال داشتم آقای سجودی. خواهش می‌کنم. چه فرقی بین ازدواج موقتی که شیعه میگه و ازدواج مسیاری که شما افرادی مثل شما مدافعش هستید داره؟ در هر دو زوجه میاد بعضی از اون اختیاراتی و یا اون توقعات و یا اون وظایفی که شوهرش داره در قبالش داره اونا رو حذف میکنه، یکی قانونا یکی هم از قبل تعیین شده. چه فرقی بین این دوتا ازدواجی که یکی شیعه مدافعشه یکی افرادی مثل شما مدافعش هستن و تبلیغش میکنن و انجامش میدن؟ تو یکی هم میشه گفت که مثلا بعضی از قوانین مثل عنوان مثال میاد زمان رو محدود میکنه مثل صیغه موقت، تو مسیار هم میاد میگه مثلا نمیخواد هر شب بیای پیش من، نمیخواد مثلا واسه من نفقه بدی، مسکن بگیری. خب در هر دو دارن یک چیزایی رو زوجه از خودش حذف میکنه در مقابل شوهرش. بس بین این دوتا هیچ فرقی نداره، مگر زمان پیامبر هم ما ازدواجی مثل ازدواج مسیار داشتیم که الان تو برخی کشورهایی که خودشون رو مسلمان میدانن اونجا رواج پیدا کرده؟ این یه سوالمه. سوال دومی هم که دارم در خصوص همون به تمسخر گرفته شدن آیات قرآن رو مطرح میکنید، جسارتا خود حضرت عالی آیاتی مثل این آیاتی که خداوند متعال گفته نصارا و یهود تا روز قیامت برای شما مسلمان ها دشمن هستن، خود شما این آیات قرآن رو به تمسخر گرفتی. چطور؟ که اونجوری که الان در کشوری دارید برنامه برگزار میکنید، در تبعیت کشوری رو به گردن گرفتید و قسم تابعیت کشوری رو خوردید که اومده با یهودی که مسلمان ها رو مستقیم داره هر روز میکشه با اونا پیمان بستید و شما هم هیچ اعلان براءت و هیچ بیزاری هم بدی کشور مسلمانی که بن فرزن مسلمانه اسمن مسلمانه ولی باطنه پیشبرنده سیاست های یهود و صهیونیسته هیچ مخالفتی باش نکردید، بلکه قسم تابعیت و شهروندی اون کشور رو خوردید. ای کاش بتونید واسه این دوتا سوال هم یه جواب قانع کننده ای که
انصافا خودتون قانع بشید به این جوابتون رو ارائه کنید. ممنون میشم از لطفتون و حوصله‌ای که به خرج دادید. خواهش میکنم. کاش گارزی بهتری میکردید که ای کاش جواب این سوال بدین. جواب این سوال که آسونه. در موردی که در ازدواجی که این مردم یک کمی از حق خود زنهایی به دلایلی از حق خود میگذرن، اون صدر اسلام بوده، خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت سوده از شبش گذشته به خاطر حضرت عایشه، مریض بوده یا هرچی که بوده اون جداست، ولیکن این ازدواج همه میدونستن که اون زنشه و اگر جدا میشد 10 دقیقه این نیست که شما میگید که معذرت میخوام بعد 10 دقیقه عروسی میکرد، مثل که به شما گفتم باید که در این ازدواج جدا شد باید عده نگه داره، پدر مادر اون رو میشناسی، دختر اون رو میشناسی، نیست که امروز مادر گرفتی فردا بری دخترش رو بگیری، در صیغه اینجوریه دیگه، متوجه هستید؟ اون به نیت طلاق نیست، از شما اول به نیت طلاقه، یعنی شما ازدواج نیست اصلا، چون ازدواج باید یه وقتی تصمیم به طلاق بگیری، شما قبل از اینکه عقد کنی مدت تعیین میکنی، یعنی طلاق تعیین میکنی، لذا این با اون از زمین تا آسمان فرق داره که یک زنی از حقوقی به دلیلی میگذره یا مریضه یا هر چی، متوجه هستید؟ این اصلا با اون از زمین تا آسمان فرق داره و شما به خود چی کردی؟ اصلا این شاهد داره، شما اصلا شاهد نمیگیری که، اون شاهد نداری شما که، کسی رو نمیشناسه، میره آقا در زیارت در دقیقه دیگه میبینی که باز زن خوابید، باز اصلا فردا اون زنم نمیشناسه، فردا با خواهرش هم چی کنه مثال میگم، یا با دخترش هم که بهش حرام ابد میشه عقد کنه، هیچ کس نمیفهمه، اسم هم دیگه رو نمیدونی. اما برسیم به این که فرمودید که شما نمیدونه با یهود و نصارا هستید، تابعیت خود بیارید، قسم خوردید، همه اینا که شما فرمودید دروغ فرمودید، ما نه تابعیت امارات عربستان داریم نه قسم خوردیم و نه این که ما راضی هستیم، بلکه اونا خودشون 12 13 کشور حالا ممنوع کردن، بلکه اینها رو هم به شما به وجود آوردید و من به شما بارها گفتم که مصلحت های دولت ها چیزایی رو ایجاب میکنه، الان مصلحت دولت شما اینقدر که داد میزنی، آقای خامنه ای که رهبر مسلمین جهان، با امارات قطع رابطه کن دیگه، امارات چرا نمیذاره نفر ایران بره، شما بگو نفر امارات نیاد، حتی اینقدر نگفتید، اینقدر محتاجش هستی تو که اینقدر محتاج کشور کوچیک هستی، اون بابا که اسرائیل که پشتش دو تا ابرقدرت آمریکا و روس هست، تو که در همین سوریه هم کنار گوش روس با روس متحد هستی، اسرائیل تو رو میزنه، روس هیچ بهت نمیگه، بلکه میگه که من حق اسرائیل بر من مهمتر از ایرانه، همینطور گفت ذلیلتون کرد، چرا نیومدی بیرون، چرا با روس نظری، چرا با روس قطع رابطه نمیکنی که دفاع میکنه از اسرائیل که تو رو میزنه، برای چی؟ برای اینکه در دنیا ما تابع قوانینی هستیم، مجبور هستیم. چرا من حالا نمیام تو تهران داد بزنم بگم آقا دولت باطله؟ باید بیام دیگه، چرا نمیام؟ برای اینکه میکشین منو. هاکذا در سطح دولت ها هم تصمیم های دولت ها میگیرن، البته ما این انتقاد داریم، چرا دولت ها باید خود در یک مسیر قرار بدن قوی تر نشن، روز به روز قوی تر نشن، اینو ما میگیم، ولیکن ما انتقاد هم به هر دولتی نمی کنیم. چرا؟ برای چی؟ برای اینکه ما نمیتونیم در هر جبهه حرف بزنیم، که همین کار شما کردید، هم آمریکا رو کوبیدی، هم چین رو به قول خودت اول همه رو فوش میدادی، نه حالا چطور رفتی تو دامن چین؟ تب تند عرق میاره. انسان عاقل اون است که به اندازه قدرتش گلیمش دراز کنه، پاشو دراز کنه، به اندازه گلیمش پاشو دراز کنه. مثل روز روشنه، اینکه شما این روز روشن رو متوجه نمیشید، اون دیگه مشکل شماست. با سیله میخورید از دنیا، حالا چطور ذلیل هستید در مقابل آمریکا و اروپا؟ بابا این برجام شما رو چیکار کرد؟ چی کردید شما؟ یعنی من اینقدر توهین ندیدم به یک دولت بشه، چرا هیچ کاری نکردید؟ برای اینکه نمیتونید، فقط حرف هستید، ما حرف نمیزنیم که جایی که قدرت نداشته باشیم. بیننده بعدی سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید جناب آقای سجودی. ممنونم، بفرمایید. خواهش میکنم. عرض میشه خدمت آقای سجودی، شما واقعا از قوانین صیغه‌ای که تو شیعه هست اونا رو شما میدونی؟ شما به من بگو کدوم حرفی که من زدم غلط بود، چون پرسیدید من مجبورم از شما بپرسم که کدوم قانونش من غلط گفتم، نادرست گفتم. حرفی که شما الان زدید در پاسخ اون سوالی که پرسیدن کاملا غلطه. مثلا کدوم قانون صیغه موقت گفته که مثلا امروز میتونه با دختره ازدواج موقت بکنه، فردا میتونه با مادره؟ شما عرض منو متوجه نشدید. من میگم که پدر من، اجازه بدید، پدر من که شیعه بوده رفته مشهد، اجازه بدید من برای شما، نه آخه شما مثلا متوجه نشدی، وقت بهت میدم، وقتشو نگه دارید. بله بله، وقت شما متوجه نمیشی، من الان پدرم شیعه بوده رفته، حتما تو شیعه خودی صیغه هم کرده، زیارت هم میرفته، رفته مشهد صیغه کرده، درسته؟ من 20 ساله شدم میرم مشهد، همون زن پدرم رو میتونم صیغه کنم، چون پدرم که به من نگفته که من این زن صیغه کردم، پدرم که از مادرم اینو پنهان کرده، مثال خودم میزنم که کسی بر نخوره، خب من میرم همون زن میگیرم، این در اسلام حرومه، چون شما پنهان میکنید دیگه، یا نه دروغ میگم؟
پس اینه که این میگه با ازدواج ما مقایسه میکنی. کجاش غلط بود؟ کجاش غلط بود؟ جواب بده. جواب بده. زمانی که اون پدره یا پسره اشتباه کرده رفته با کسی که فرزند اومده صیغه موقتش کرده مخفی کرده، این چه ربطی به قانون صیغه موقت داره؟ اشتباه از طرف فرد. مثلا شما نه اندازه فرد نیست، شما میگی باید مخفی هم باشه، اشکالی نداره. ببینید آقا جان، آقا شما داره اینه میگی درست نیست، من به شما وقت میدم، شما که اینه میگی درست نیست. اون میتونه پنهان کنه، شاهد نمیخواد. پدر ملزم نیست که بیاد به من بگه که من با فلان زن عروسی کردم، این ملزم در شیعه مز... پس شما مذهب شیعه رو نمیدونی. ببین نمیذاری من حرف بزنم. من حرف بزنم بفهم سه دقیقه شما الان تو امارات نشستی، گارو تو را ملزم نکرده که با یک زنی که تو از امارات ازدواج کنی حتما بیای به پسرت بگی که من با این زن ازدواج کردم. بعد 10 سال 20 سال پسرت دوباره میره تو امارات با یه زنی ازدواج میکنه، به عنوان مثال میاد مثلا مادر این زنی میشه که مثلا تو ازدواج کردی. کجای کار میگیم که اینجا ازدواج دائمی که تو انجام دادی اشتباهه؟ نه، اشتباه فرزند خدای نکرده جسارت میکنم شما کردید که به پسرت معرفی نکردی. پسرم بدان من با این زن ازدواج کردم، نسبش اینه. قانون عقد دائم اشتباه نیست که، اشتباه شما کردید این کارو انجام دادید. تو ازدواج موقت هم اشتباه اون پدره انجام میده که معرفی نمیکنه. این ربطی به اصل ازدواج موقت یا اصل ازدواج دائم نداره. این از مسلمانی ماست، این از مسلمانی ماست که میریم تابعیت کشوری رو به عهده میگیریم که میاد با اسرائیل پیمان میبنده، بعدم میایم خوشخوشان میشینیم تو شبکه‌ای که تو همون کشور داره برنامه پخش میکنه، اوت میدیم که آقا ما به ما ربطی نداره مصالح که داخلی کشوره. مگه مسلمان نیستی تو که مصالح داخلی کشور رو علم میکنی واسه تبرئه خودت؟ این از مسلمانی من و توست که سه دقیقتون تموم شد عزیز من، سه دقیقتون تموم شد دیگه. وقتی که تموم شد نذاشتید من در وسط صحبت کنم. اولش همین آخری رو گفتی که دوستان میگه تو چرا اینقدر این روزا لعنت میفرستی؟ لعنت بر من دیگه بگم اگر من چیز امارات سعودی رو داشته باشم یا ویزای امارات درخواست کرده باشم یا چیه جنسیتی چی میگن اینا تابعیتشو، این دروغ اینقدر به اندازه بگو. اما اینکه میگی مگه تو مسلمان نیستی در مورد امارات چی نمیکنی؟ تو مسلمان هستی یا تو هندو بودی؟ مسلمان بودی یا یهود بودی؟ تو همین تو. من به تو میگم که من که زور ندارم، تو که دولت داری، خب رابطه تو با امارات قطع کن دیگه. مگه نه این است که امارات با اسرائیل رابطه داره؟ تو با این قطع کن، بگو چرا با اون رابطه داری؟ هم با امارات چسبیدی، با روسیه قطع کن که میگه آقا اهمیت اسرائیل بر من مهمه، ایران حق نداره در نزدیکای مرز اسرائیل سرباز نگه داره، اون تو رو میزنه میگه حق با اسرائیله، با روسیه قطع کن دیگه. من که برای توضیح دادم دیگه توضیح نمیدم که من به اندازه گیلی من پامو دراز میکنم. متوجه شدی یا نه؟ تو که مسلمان هستی ما کافر. خجالت هم چیز خوبیه. اما این که فرمودی که اصل بس باید جواب بدم بیننده زیاد صحبت که یک خلاصه صحبت میکنم، شما فرمودی که نمیدونم پدرت میره در امارات عروسی میکنه به تو خبر نمیده. پدرم قانون میگه بشین ملزم نکرده، شهر ملزمش کرده، دین ملزمش کرده، اینقدر دین نمیدونی. نکاح باید اعلان بشه در مذهب شیعه، صیغه نباید اعلان بشه. من یادم میاد اولا که به مذهب سنی اومده بودم در یک عروسی عربا بودم، عربایی که بسیار سرسخت بودن در همین در پیشاور، اون وقتا خب برای جهاد اومده بودن و دنیا بهشون راه میداد که بیان. دیدم اعلان عروسی شد، دنبک زدن، دیوار زدن، زنا جیک زدن. چرا؟ گفتم چه کاری شما خودت اینا چیزا رو دوست نمیدونستید؟ گفت عروسی باید اعلان بشه، همه باید بفهمن که عروسی شده. دین پیغمبر گفت اعلان کنید، برای همین گفتیم باید ولیمه بدید. شما پنهانی میرید، پنهانی میشه که مجرم باشید، اسم هم دیگر هم نمیدونید. باز میگه ازدواج دائم، باز مثال بر من میزنه که نمیدونم پدرت رفته. من دارم بهت میگم که این احتمال بسیار وجود داره و انجامم شده. پدر رفته در مشهد، زنای صیغه‌ای که معدود هستن، محدود هستن، تعدادشون کمه. پدره رفته، بچهش 10 ساله بوده، 10 ساله بعد پسره رفته، همون خانم بازی رو در طول انداخته با دو نفر، هم با پدر خوابیده هم با بچه پسر خوابیده. بلکه حالا قدیما که زنا، حالا که وسایل منع حمل است، قدیما این زنا که حتی بچه هم دنیا میبردن، بچه هم نمیتونست که مجبور بوده مثلا از بنام برادرش برای شناسنامه میگرفته، یا قدیما اصلا شناسنامه نبوده. پدرم میرفته اونجا یک بچه میکاشته. ببخشید من به این صورت میگم تا این مردم متوجه بشن که من دارم چی میگم. یک بچه اونجا میکاشته، من بزرگ میشدم میرفتم اون دختر میگرفتم. ای به مذهب شما رو چرا متوجه نمیشی؟ میگه امارات نمیدونم چی، نمیدونم اعلان باید بکنی. شما اعلان نمیکنی، جرم که نمیکنی. آقا کسی که میره فاحشه خونه، میره روسپی خونه،
نمیاد به کسی نمیگه من رفتم با فلان زن چی کردم، برای که جرمه دیگه، خودش میدونه که عرفن شرعن هر کی جرمه. سیته شما که همین پنهان از جرمه، چی کنه موزنه بیاد چیکار کنه؟ عجیبه. بس ما تمومه، وقت ما تمومه. الله حافظ و نگهدار شما. من کلب زینب مجنونه، رقیم رفتونه، رقیم رفتونه. ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین. ما قبول ندارم از زمین میرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برم، علی و معاویه یه جا برم، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده نیکنه منو به حقا امام حسین در ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز او بر همه معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر. رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیته. یعنی منو بل من جن طبو، یعنی منو بل من جن طبو.